ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله مهمترین علت پیشنهاد قنوت اینه که به برنامه اصلی انسان توجه نمی شود. اصلا برنامه نیست که ما شاد باشیم و شنگول باشیم درختیم تا بمیریم. اصلا این دین نیست، این طور نیست، هیچ ادیان این طور نبوده. قرار نیست که ما مسلمان باشیم تا برختیم شاد باشیم. این برنامه کافران است. خب بله، هرگز اسلام نگفته شما بیایید مسلمان بشید که دیگه ما شما را شاد نگه می‌داریم، میلیونرتون می‌کنیم، لباس و غذا کافیتون میدیم، زن بهتون میدیم، اون شوهر را شوهر بهش میدیم، اون خانه را خانه بهش میدیم. نه، این فریب و حیله‌ای بود که کمونیست‌ها و مذاهب ساختگی به مردم می‌دادن. بیایید با ما همکاری کنید، بعد فلانتون می‌کنیم و آسایش بهتون میدیم، کار بهتون میدیم، نان بهتون میدیم. کلمه نان، کار، آزادی یا کار و نان و آزادی گمون میکنم تو گوش جوانان هنوز باشه، اوایل انقلاب اسلامی بودین. نان، کار، آزادی، این برنامه افراد مادی کوتاه‌بینی است که فقط از ولادت تا مرگ انسان هستن، کار به بعد از مرگ ندارن. در اصل چون مطلبی نیست. مجموع آیات قرآن این اصل را تایید میکنند که به هیچ وجه هدف از زندگی، هدف از این زندگی آن نیست که ما در رفاه و آسایش باشیم، بلکه هدف آن است که فرمان خدا را اجرا کنیم، سختی ها را تحمل کنیم، خود را بسازیم، ضمن ساختن خود یا بعد از ساختن خود دیگران را کمک کنیم، همکاری کنیم با دیگران، در رفع مشکلات اقدام کنیم تا اونجا که بتوانیم در رفع مشکلات اقدام کنیم. حالا هر جا نتوانیستیم مهم نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس ملاحظه فرمودید که توجه به هدف از مسلمانی این مشکل را حل میکند. قرار نیست ما خطبه ها را طولانی کنیم. توجه به تاریخ اسلام که در حال حاضر با این همه مصیبت ها ما خیلی وضعمون از گذشته بهتر است، میگذاریم برای یک منبر دیگر انشاءالله هر وقت مؤثر شد توفیق بده. ولی در اینجا به یک مطلب مهم اشاره میکنم. شما مطمئن باشید در تمام شؤون زندگی هر جنبش و نهضت و ترقی مشکلاتی با خود دارد. بگذارید اول از عوامل طبیعی و از زندگی افراد شروع کنیم، یکی آخریش مثال جهان اسلامی امروز با ملل دیگر باشد. اول از نظام طبیعت. اگر باران نیاد خشکسالی باشد، اصلا باران نیاد، هیچ مصیبتی و بلایی برای زندگان پیش نمیاد. در عالم حیوانات هیچ جانوری مسموم نمیشه، هیچ درختی، گیاه و علفی آسیب نمیبیند، چون نیست که آسیب ببیند. پشه‌ها و خزنده‌های موذی به وجود نمیان، غرق صورت نمیگیرد، پلی نمیشکند، خانه خراب نمیشه. خب باران نیامده دیگه، هیچ. بر سر زراعت و اختلاف هیچ طایفه‌ای هم به جنگ نمیپردازند. هر کس خاموش آرام در خانه خودش میشیند، چیز یافت میخورد، نیافت هم همدیگر میخورند. چون وقتی نعمت نیست دیگه اختلافی نیست، جر و مرافعی نیست. این در نظام طبیعت. حالا بیایید سراغ زندگی فردی. شما هر که باشید اگر در خانه‌تون بنشینید هیچ کار و فعالیتی نکنید، کسی با شما مخالفتی نمی‌کند، کسی کار به کارت ندارد. حالا مردم تو را بشناسن لقمه اینان بهت میدن، تو را نشناسن گرسنگی می‌میری، سر و صدایی هم نداری. اما حالا بیا فعالیت کن، کار بکن. اگر در بازار کار بکنی با مشکلات شهرداری و مشکلات رقبای تجارتی روبرو هستی. کارمند دولت باشی توبیخنامه دریافت میکنی، در خطر اخراج قرار میگیری، در خطر انتقال قرار میگیری.
کشاورزی رو را بیاندازی، رقیب تو میاد چکات میکنه زمین ما را گرفته. حالا بفرمایید برید دادگاه برای حل مشکل زمین. حتی اگر کارخانه مرغداری دایر کنیم، بازم رقیبی هست که تو را شکایت کنه که آقا این فلان کرده، تقلب کرده، احتمالاً به هر حال به زندان هم میروی برای اینکه فعالیت کردی دیگه، کار کردی نه. بله شما آرام بخوابید هیچ کاری نکنید که کار به کارت نداره، درسته دیگه. اما هر وقت فعالیت شروع کردی، هر فعالیت باشه، بالاخره رقیب پیدا میشه. آدم خوب و درستکاری باشی، حسودان و نادرست ها به حسابت میرسن. آدم بد نادرستی باشی، قانون و عدالت سراغت میاد. قبول یا نه؟ بالاخره به هر نوی تو رو به پای حساب یا پای بی‌حسابی میکشن. این دوتا در نظام طبیعت و در کسب و کار. حالا بریم سراغ امت، طولانی نکنیم. اگر هنوز نظام شاهنشاهی بود، ببرک کارملها در افغانستان حکومت می کردند، جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان به وجود نیامده بود. بزرگترین مسجد جمعه آسیای میانه در مسکو بنا نشده بود. بخارا و سمرقند از نو شروع نمی کردند به جان گرفتن و به یاد اصل نور، به یاد هزار سال قبل افتادن، پیش نیامده بود. در مصر نیز نهضت اسلامی نبود، جبهه انقاذ الجزایر به وجود نیامده بود. اگر این چند تا نبود، مطمئن باشید در بوسنی و هرزگوین هیچ کس زندان نمی رفت. کسی کار به کار ما نداشت دیگه. امتی خابیده، استعمار همه چیزش می گیرد، کسی کار به کارش داره؟ کسی کار به کارت نداره که تسلیمی دیگه. دقت کردین؟ امتی که در هر شهری یه فاحشه‌خونه داشته باشد، در شهری چون بندرعباس 35 تا مشروب فروشی باشد، چون امتی کسی کار به کارش نداره که، او هرچه خواستی بکن، بخور، بینوش، برخت تا بمیری، مسئله هم نیست، دشمن نداری دیگه. اما حالا میدانید چه شده؟ من این داستان را از یک آدم دانای سیاستمدار که نمیخوام نامش برم نقل میکنم. اولین کنفرانس ائمه جمعه که در تهران تشکیل شد سال 61-62، تلویزیون CNN برنامه خود را قطع کرد و چهره از اون سمینار نشون داد، کنفرانس ائمه جمعه تهران، که چهره های ازهری علمای جامعه الازهر، چهره های نجدی علمای حجاز با لباس نجدی نشسته بودن همه. گوینده آمریکا در تلویزیون CNN گفت امت مسیح، امت صلیب، بیدار شوید، این مقدمه جنگ های صلیبی است، اگر این را خاموش نکنید امت 1000 میلیونی شورش میکند، شما را از فلسطین و از شرق بیرون میکنند. شوخی نمیکنم. تلویزیون CNN برنامه خودش قطع کرد، چهره هایی از علمای تجمع کرده در تهران نشون داد و ببینید امت مسیح بیدار شوید، اینا میخوان قیام کنن، میخوان از نو نهضت جنگای صلیبی رو تکرار کنن و باز فلسطین از دست ما بگیرن، شرق رو بگیرن. بله طبیعی نهضت ها، بیدار شدن ها مشکلاتی به وجود می آورن، ولی انشاءالله امت اسلام پیروز خواهد شد. این احتمال دارد که پیروزی دیر برسد، زیرا مشکلات خیلی زیاده. ولی خب به هر حال ما مطمئن هستیم مطابق وعده‌ای که خدا به امت داده، امت پیروز خواهد شد. در جمع مسلمین عزت برقرار خواهد شد، کما اینکه الان هم در جمع مسلمین عزت ما داریم. انشاءالله در جمعه دیگر بررسی مختصری از حوادث قرن گذشته در پیش خواهد بود. انشاءالله اگر خدا توفیق داد، به حول الله و قوته، توضیح میدم خدمتون که با توجه به حوادث جریانهای پرنشیب و فراز تاریخ اسلام در قرن گذشته، ما الان در وضع بدی قرار نداریم، وضعمون خیلی خوبه. با توجه به حوادث گوناگونی که در قرون گذشته داریم، ما الان وضعمون خیلی خوبه. یکی از عللهای توجه جوانان و ترسشون شاید این باشد، امروز به وسیله فعالیت شدید و کامپیوتر شدن رسانه‌های گروهی، حوادث کوچک خیلی بزرگ به جهان عرضه میشه. این یکی از عوامل ترس و وحشته. به عنوان مثال خود اهالی بوسنی برای اینکه مسلمان رو تحریک کنن، اگر 5 تا کشته دادن، میگن ما 50 تا کشته دادیم.
اگر 1000 تا اسیر دادن میگن ما 30000 تا اسیر دادیم، برای اینکه جلب توجه بکنن و جهانیان اسلام رو به طرف خود وادار کنن. متاسفانه دشمن هم همین کار میکنه. دشمن هم برای اینکه امت اسلام رو بترساند میگوید ما تصفیه ارضی کردیم و کلیه مسلمانان بوسنا نابود کردیم. این اونها هم حاضر نیستن که اون چی کردن همونطور که هست بگوین، برای اینکه مسلمان رو بترسانند چند برابر جلوه میدن. واقعا به اون صورت نیست. ما امت اسلام در حال عزت هستیم الحمدلله. کسی منطقه از ما را از تصرف مسلمین نگرفته و ما هنوز عزت داریم همه جا. انشالله در همون بوسنه و هرزگوین هم مسلمان پیروز خواهند شد و به هیچ وجه خطر شکست برای امت اسلام در پیش نیست الحمدلله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله